درود بر بینندگان گرامی، باشندگان این برنامه، آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه کاری است از جنبش نازایی ایران یا رنسانس ایرانی که درباره هر آن چیزی که درباره ایران شهر بزرگ ماست، حوزه فرهنگ و تمدن ایران بزرگ گفتگو میشه. در سری برنامه‌هایی که ما برای برنامه زرتشت تهیه می‌کنیم، معمولا به مسائلی میپردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم به نگاه‌های ایرانی، باورهایی که ریشه از دوران زرتشت و اندیشه‌های فلسفی زرتشت داشته اشاره می‌کنیم. ما میدونیم همونجوری که قبلا بارها در این برنامه گفته شده، نخستین فیلسوف جهان، چیزی که در جهان به صورت بایگانی شده و سند وجود داره، زرتشت بوده و پیش از زرتشت ما فیلسوفی مطرح یا کسی که اندیشه هاش باقی مونده باشه و به امروز رسیده باشه در تاریخ نمیبینیم. بنابراین میتونیم بگیم که یکی از قدیمی ترین آموزگاران خرد جهان و فیلسوفان جهان بوده. اندیشه های زرتشت به صور گوناگون، به شیوه های گوناگون در باورها و اندیشه های فیلسوف های بعد از اون نمود پیدا کرد و ازش وام گرفته شد. گفتیم در اندیشه های ارسطو و افلاطون در یونان قدیمی رو میبینیم و همچنین در اندیشه هایی مانند اندیشه بودا که چیزی حدود 400 تا 500 سال پیش از میلاد مسیح زندگی میکرده، یعنی چیزی حداقل حدود 1000 سال پس از دوران زرتشت. در اندیشه هایی که از دوران زرتشت باقی مونده و اون نگاهی که به عنوان نگاه آریایی در تمام ناحیه از هندوستان تا روم دیده میشه، عناصری وجود داره که بسیار پررنگ و بسیار ایرانی است و امروز میخوام درباره باقی ماندن این اندیشه ها در ایران تا به امروز و حتی در نگاه شاعران پس از اسلام و حتی شاعران دوران ما یا معاصر هم دیده میشه. در برنامه امروز میخوام درباره تأثیر یا نگاه اندیشه های ایرانی در اشعار سهراب سپهری با هم گفتگو بکنیم و مهمان خوب برنامه من امروز خانم دکتر مریم صادقی هستند که دکترای ادبیات و زبان فارسی دارند و در واقع فاندر یا بنیانگذار کیمیا آکادمی هم هستند که از دالاس تگزاس با من در این برنامه شرکت میکنن و پیش از این هم در برنامه های دیگری با من بودن. درود بر شما خانم دکتر صادقی، درودی داشته باشید با بینندگان این برنامه تا وارد جستار امروز بشیم. درود بر شما آرتمیس بانوی عزیز و درود بر بینندگان خوبتون در تلویزیون پارس. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما و بینندگان عزیزتون هستم. سپاسگزارم. من میدونم که خب شما یک تخصص ویژه‌ای دارید در شعرهای در واقع درباره شعرهای گوناگون ایران. من پای جلسات سخنرانی و گفتگوهای شما بودم و میدونم که شما در یک دایره بسیار وسیعی درباره اندیشه های شاعران ایران و به خصوص درباره عرفان آریایی و ایرانی کار کردید. امروز من میخوام از شما بخوام که درباره یکی از گنجینه های در واقع فرهنگ و ادب ایران، سهراب سپهری، برامون گفتگو بکنید و اینکه چه اندازه باورهای عرفانی سهراب نگاه ناب ایرانی در اونها هست و چه اندازه انسانگرایانه است و چگونه ما باید یه همچین گنجینه با ارزشی رو خودمون نخست بشناسیم تا بتونیم به جهان هم معرفی کنیم و بشناسیم. بله، پرسشتون که بسیار عالی و بسیار گسترده بود. امیدوارم که من بتونم امروز پاسخگوی بخشی از این سوالای شما باشم. من ابتدا میخوام اشاره کنم به این قضیه که سهراب سپهری رو باید کاملا در دو وادی جداگانه بررسی بکنیم، یکی در وادی شعرش، زبانش، سبکش، وزن اشعارش و کلن ادبیات، و حوزه بعدی حوزه عرفان و به هر حال الهیاتش هستش. که من میخوام این دوتا رو فعلا از هم جدا بکنم و آغاز کنم با این مطلب که
به هر حال انقلاب مشروطیت یکی از اساسی ترین تأثیرات خودش رو همطوری که همه میدونیم بر روی ادبیات فارسی و به ویژه بر روی شعر فارسی گذاشت و باعث شد که بعد از 1000 سال تغییرات اساسی و عمده‌ای در شعر فارسی صورت بگیره. شاعران زیادی در ایجاد این تحول عظیم سهم داشتن که با ابداع شیوه های تازه تونستن تأثیرات زیادی روی ادبیات جدید بذارن. ما فقط 5 تا از بزرگترین اونها رو میشناسیم که به 5 تن شعر معاصر فارسی معروف هستن: اخوان ساله، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، نیما و دیگری نیما، اخوان، سهراب، فروغ و دیگری رم حالا یادم رفت. شاملو. احمد شاملو. بله احمد شاملو. بله بله. به طور کلی در شعر معاصر فارسی اگر 2 دوره قائل باشیم، دوره 30 ساله اول جنبش مشروطیت، در این دوره قصاید، غزلیات، قطعات، رباعیات همه لبریز از مضامین اجتماعی و انقلابی هستش، مثل سه تابلوی عشقی، شمع مرده ده خدا، عارفنامه ایرج و دماوندی های بهار و آقا به دکتر خانلری، که اینا با اینکه مضامینشون نو هستن، جدید هستن، ولی همشون در قالب کهن سروده شدن. و دوره دوم که با خلق آثاری مثل افسانه نیما آغاز میشن، بعد دوره جدید رو آغاز میکنن که 4 شاعر بزرگ دیگه معاصر دنبال روی اون خواهند بود. کمتر شاعری در شعر معاصر فارسی هستش که از این 5 سرچشمه مایه نگرفته باشه. منتها تأثیر نیما و شاملو و اخوان فقط به سبک و سیاق و زبان شعر اونها محدود نشد و اینها تونستن تأثیرات زیادی روی مردم و مخصوصا جوانان زمان خودشون بگذارن. جوانان بسیاری از دید و دریچه نگاه این 3 شاعر به جهان مینگریستن. ولی در این میان سهراب سپهری آنچنان که باید و شاید نتونست تأثیراتی روی جامعه خودش بذاره، به دلایلی که حالا من عنوان میکنم. یکی از مهمترین دلایلش اینه که مهمترین نقدهایی که به سهراب وارد هست و البته به فریدون مشیری هم منتقدین وارد میکنن این هستش که اینها با دردهای زمان خودشون آشنایی نداشتن. کمتر شعری از سهراب سپهری هست که بشه ازش تاریخ مناسبی در آورد، بتونی بگی که این به این اوضاع احوال اجتماعی یا سیاسی یا انقلابی زمان اشاره میکنه. هرچند که به نظر من این اصلا ایرادی بر شعر سهراب نیست و اتفاقا حسن کار او رو نشون میده که ما میتونیم بگیم که این شعر جهانی هست و به قول شما خودتون فرمودین که هیچ تاریخ مصرفی نداره و در همه زمانها و مکانها میشه این شعر رو خوند و ازش تأثیرات اخلاقی و انسانی گرفت و ازش لذت برد و ازش درس گرفت. ولی مثل شعرهای دیگه نیستش که شعرهاشون تاریخ مصرف داشته باشه برای این جریان به خصوص و ویژه سیاسی یا اجتماعی گفته باشه و بعد دیگه تأثیری نداشته باشه. خب حالا من آثارش اگه بخوام نام ببرم: مرگ رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز و ماهیچ ما نگاه، که اینها شامل 8 تا کتابه که در روی هم رفته به مجموع اینها 8 کتاب گفته میشه. از همون ابتدا ما می‌بینیم که مرگ رنگ در سال 1330 در روزنامه جامع جمع چاپ میشه و بعد هیچ ویژگی خاصی این کتاب نداره، تا اینکه کم کم کتاب‌های بعدیش که چاپ میشه سهراب، ما شاهد تغییرات عظیمی و شگرفی در شعر او هستیم، تا اینکه میرسه به کتاب صدای پای آب که سهراب اصلا به این شعر شناخته میشه و معروفیت سهراب از این کتاب آغاز میشه. این کتاب شامل فقط 1 شعر هستش به همین نام، یعنی صدای پای آب، که به نوعی میگن زندگی نامه سهراب سپهری هم هستش. در بخش نخستش خودش رو در زمان حال معرفی میکنه، میگه 36 سالم هست،
اهل کجا، اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، خوردنانی دارم، و اینکه مذهبم چیه و از این قبیل. بخش دوم گذشتهش رو معرفی میکنه، به شرح دوران کودکیش میپردازه و اینکه غیر از مرگ پدر هیچ چیزی آزارش نداده در این دوران. بعد به سمت مذهب حرکت میکنه، به سمت زن حرکت میکنه، به سمت عرفان حرکت میکنه و سیر آفاق و انفس میکنه. چیزهای جالبی میبینه، مثلا زنی رو میبینه که نور در هاون میکوبه، چیزهای کم ارزشتر رو میبینه، قطاری میبینه که فقه میبره، سنگین میره، قطاری میبره که سیاست میبره و خالی میره و از این قبیل. کم کم به سمت عرفان محض حرکت میکنه، وارد فضای دیگه ای میشه. کم کم میبینه که اهل کاشان هست ولی شهرش کاشان نیست، شهرش گم شده. اهل کاشانم، شهر من کاشان نیست، شهر من گم شده است. و بعد به نتایج بسیار بسیار اخلاقی و انسانی میرسه در پایان این شعر که چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. و بسیاری از نتایج بسیار زیبایی که خب میگم بیشتر شهرت و آوازه سهراب از همینجا هم آغاز میشه. در واقع میتونیم پس بگیم که شعر صدای پای آب نوعی بایوگرافی در واقع زندگی نامه سهراب، در این حال داره تمام نگاه های سهراب رو به زندگی و جهانبینیش رو نشون میده و اون چیزی که به نظر سهراب میاد که ارزش ها و ناارزش های زندگیه، یعنی ارزش ها و ضد ارزش های زندگی رو نشون میده از دیدگاه خودش. بنابراین بسیار شعر مهمیست که میشه از تو سهراب رو شناخت بگیم به گونه ای. کاملا درسته، بسیار بسیار درسته. برای شناخت سهراب هم یک شعر به نظر میاد که کافی باشه خوندنش، اگه با دقت خونده بشه. همونطور که شما فرمودین، زندگی نامش هست، از بچگی، از گذشتش حتی به بچگی شد، نوجوانی و جوانی، و بعد سیر آفاق و انفسی که میکنه، سیر درونی که میکنه و به سمت عرفان میره و آخر سر به اون قله رفیع هم انسانیت، هم اخلاقیات و هم شعر دست پیدا میکنه. بعد از صدای پای آب شعر مسافر هستش که این هم در یک سفری که به بابل به منزل خواهرش داشته، اونجا این شعر رو میگه که غروبی هستش که مسافری به شهر میرسه، میزبان میره ترمینال دنبال این مسافر، با خودش میبره خونه، تو حیات میشینن با هم صحبت میکنن، چشم این میفته به یک سبد سیبی که روی میز هست و از اونجا سوالات فلسفی شروع میشه، جریان سیب و خلقت و اینا. و به هر حال داستان به این قرار هستش، ولی باز هم این شعر تأثیر زیادی نمیکنه به جهت اینکه ساختارش خیلی محکم نیست، معلوم نیست که این مسافر کیه، اون میزبان کیه، جریان سیب اون وسط داستان چیه، و اصلا از این پرسش و پاسخ ها چه نتیجه میخواد عاید خواننده بشه. باز هم بنابراین هم خیلی تأثیر نمی کنه تا کتاب بعدی حجم سبز بیرون میاد در سال 1146. و از اینجا به بعد سهراب وارد یک نظام سربسته‌ای میشه که همه چیز خاص خودش هست. مثلا یک مدینه فاضله داره سهراب در اینجا. بیگمان در ده بالادست چینه ها کوتاه هست، مردمش می دانند که شقایق چه گلیست، بیگمان آنجا آبی آبیست، قنچه ای می شکفت اهل ده با خبرند و از این قبیل. و در اینجا مثلا صفای بیغلقش روستایی داره. کلن یکی از ویژگی های شعر سهراب اینه که صفای بیغلقش داره، از بس که با طبیعت انس داشته، خو داشته، شعرش بسیار صمیمیه بدون اینکه از واژه‌های جعلی مثل روستایی، نجیب، نجابت، ده اینها استفاده کنه، ولی شعرش بسیار نجیب و بسیار ساده هست. به نظر میرسه که در همین شعری که الان شما دارید میگید، در کلن در حجم سب، سهراب در واقع داره نگاه ناب ایرانیشو نشون میده. چرا؟ چون ایرانی، نگاه ایرانی، نگاه طبیعتگراست، نگاه رواداره، نه فقط به انسانها، به تمام موجودات روی کره زمین و به آب و خاک و آتش و هوا. در نتیجه این گونه نگاه سهراب، اون نگاهی که میگید آرمان شهر رو داره در واقع توصیف میکنه، در واقع داره
اون کشوری که ایران باید احتمالاً باشه یا اون شیوهی که ایرانیان در احتمالاً در پیش از اسلام در ایران ایرانی بوده که واقعاً توش آرامشی بوده، مردم مرفهی زندگی میکردن، کشور ثروتمند و آبادی بوده، کشور خلاق و پرتلاشی بوده که همه چیز رو داشته ایجاد میکرده و حتی به جهانیان صادر میکرده و میتونسته انقدر درخشان و سرفراز و بزرگ باشه که بر کشورهای بسیار دیگه نفوذ اندیشه علاوه بر نفوذ ممکن سیاسی و استراتژیکی که داشته، نفوذ اندیشه و بینش داشته باشه. احتمالاً سهراب داره اونو دوباره بازآفرینی میکنه، جایی که ایرانیان ایرانی باید زندگی کنن، چون همه این چیزایی که داره میگه به نظر میسه جایی که باید گل شما بشناسید، درک بکنید، مهربان باشید، به طبیعت توجه کنید، در کنار هم با خوبی و خوشی زندگی کنید، آرامش باشه. و این مسائل احساسی و به خصوص انسانی که داره میگه خیلی نگاه ایرانگرایانه ای رو داره از خودش به نمایش میگذاره. منم خیلی موافقم با این قضیه. سهراب بدون اینکه اشاره‌ای بکنه به این جریانات، ایرانیگری، احیای ایران باستان یا هر چیزی، یا اینکه با اسلام منافاتی به هر حال ظاهری داشته باشه، ولی چیزهایی که میگه، از شعرهایی که بیان میکنه، میشه گفت داره از یه گذشته که خیلی گذشته زیبایی بوده، آرامش درش بوده، سبزی بوده، هوشیاری بوده، از اینا داره سود بهره میبره. به هر حال یکی از عادتهای بچگی سهراب و خانوادهش این بوده که همشون میشستن و شاهنامه میخوندن و خودش میگه که من خیلی علاقه داشتم از همون 6-7 سالگی، میگه هممون باید میشستیم سر یک ساعت مشخصی و هر شب شاهنامه میخوندیم. خب این میتونه قضیه مهمی باشه در شکلگیری شخصیت سهراب. دیگر این که بسیار بسیار با طبیعت مانوس بوده، با حیوانات بسیار مانوس بوده و حتی حیواناتی که برای ما خیلی خوشایند نیست، مطبوع نیست، مثل عقرب، اینها رو سهراب میگرفته باشون بازی میکرده، با پروانه ها، با سوسک، با همه، با همه موجودات، پرنده و چرنده و خزنده بازی میکرده، باشون دوست بوده. روحیه بسیار لطیفی داشته، با اینکه پسر بوده عروسک بازی میکرده و خیلی عروسک جمع میکرده، دوست داشته و به هر حال روحیهش خیلی روحیه لطیف، میشه گفت روحیه لطیف ایرانی بوده، ایران گذشته البته، و بسیار نازک خیال بوده که میدانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. و اینها میشه برداشت کرد که داره از یک گذشته بسیار قوی و بسیار پر آرامش صحبت میکرده. ولی به طور کلی بخوام بگم اشعار سهراب از همون نخست با موافقت‌ها و مخالفت‌های فراوانی روبرو میشه، ولی از اونجا که خیلی وارد درگیری‌ها نمی‌شده، مخالفین اشعارش هم خیلی جدی نمی‌گرفتنش، نه خودش و نه شعرش. ولی وقتی که صدای پای آب و حجم سبز و مسافر منتشر میشه، مخالفت‌ها و موافقت‌ها خیلی در برابر شعرش جدی میشه. بعضی ها او رو بزرگترین شاعر زمان میدونن و بعضی ها او رو ضعیفترین شاعر میدونن که در موقعی که باید جنگید داره با صدای زنانه سرود میخونه و بعضی از نقد ها بسیار خوشایند هست، بعضی از نقد ها واقعا به هر حال حرص من یکی رو که در میاره. و در کل شعر سهراب از اون دسته که برخلاف نظر منتقدین ادبی بین توده مردم محبوبیت بسیار بسیار بالایی داره و واقعا چه توفیقی از این بالاتر. این چه توفیقی از این بله، من به نظر میرسه که در اون فضای آخر دهه 30 و اواسط دهه 40 تا 50 که میرسه، به خاطر اندیشه های کمونیستی و چپی که در ایران شروع کرده بوده به رشد کردن، متاسفانه بیشترین منتقدین همه آثار ناب ایرانی همیشه در ایران چپی ها بودن. یعنی هر آن چیزی که ایرانی بود، ملی بود، به هویت ایرانی ربط داشت، از نظر چپی ها بد
رد شده و غلط بود و هر آن چیزی که از بیرون می اومد، از اندیشه های چپ می اومد، اندیشه های کاملا غیر ایرانی رو میخواستن ترویج بدن به عنوان ارزش های اجتماعی، که نه کی گفته که شما باید مثلا ثروت داشته باشید، نه تولید ثروت اصلا خوب نیست، همه چی باید بین همه قسمت بشه. چرا؟ برای که یه عده‌ای که خودشون تلاش نمیخوان بکنن، از بهره به اصطلاح تلاش دیگران مجانی بتونن استفاده بکنن و همه چی اشتراکی باشه. و این مرام‌های اشتباه متاسفانه چپی که بعد از اون در همه جای جهان نشون داد چقدر میتونه به اصطلاح مصیبت‌زا و فاجعه آفرین باشه و در خیلی از کشورهای دنیا بعداً جواب خودشو پس داد و یکی پس از دیگری کشورهایی که در این اندیشه‌ها استوار شدن بر اساس اندیشه‌های مارکسیستی و چپی، خیلی از اونها به مرور فرو پاشید، فرو ریخت و نشون داده شد که این اندیشه‌ها با ذات و نفس آدمی اصلا سازگار نیست. انسان‌ها در مرام اشتراکی کلن نباید و نمیتونن زندگی کنن. شما مالتو زحمت میکشی مالته، اون یکی هم زحمت نمیکشه، به اندازه زحمت نکشیدنش باید داشته باشه. و همین گونه بود که میبینین اساس طبقات جامعه رو که میخواستن از بین ببرن چقدر به زیان ایران و به زیان بسیار از کشورها تمام شد، برای که در درازای تاریخ انسان‌ها چندین و چند هزاره با طبقات گوناگون اجتماعی زندگی کردن و الزاماً در همه کشورها مانند هند طبقات اجتماعی عمودی نیست. در ایران پیش از اسلام طبقات افقی بود، یعنی افراد در دسته های گوناگون جا می گرفتن ولی الزاماً قرار نبود یکی از یکی بهتر یا یکی از یکی بدتر باشه. یه عده خانواده نظامی بودن، یه عده خانواده دیوان سالاری بودن، یه عده پیشه‌ور بودن، یه عده دهقان بودن، ولی هیچ کدوم اینا دلیل نبود بدتر از اون یکی زندگی کنن یا بهتر از اون یکی زندگی کنن، ولی در تخصص های گوناگون کامیونیتی یا طبقه یا جامعه خودش بسیار هم عمل کرد و بازده خوبی داشتن. بنابراین به نظر میرسه که بیشترین مخالفین اندیشه هایی یا اشعاری مانند اشعار فریدون مشیری یا سهراب سپهری همونهایی هستند که مخالفین اندیشه های فردوسی هم و فردوسی رو نقد میکنن. و این نشون میده که ما هر زمانی که خواستیم ایرانی باشیم، آنچه که در شعر ایرانی ما میبینیم جهان شمول و زمان شمول نیست، یعنی منظور مکان شمول و زمان شمول نیست، یعنی همه نگاه انسانی ایرانی که در اشعار فردوسی شما دارید میبینید، همونا رو دارید در اشعار فریدون و مشیری میبینید، در اشعار سهراب سپهری میبینید و همونها رو خیلی هاشو در اشعار فروغ فرخزاد میبینید که بسیار بسیار مفاهیم واقعی، رالیستیک، انسانی و بسیار نزدیک به ذات و نفس انسان و طبیعت دورش. بنابراین این خیلی نکته مهمی است که بدونیم انتقاداتی که به این شعرا میشه از طرف چه گروهی میشه و چه هدفی در اون موقع داشته. و اتفاقا اشعاری در جهان همیشه ماندگارن، مانند شاهنامه فردوسی که الان برای ما همیشه مونده و تا هزارها شعر خونده میشه، اشعاری ماندگارن که با نفس انسان و نفس طبیعت سازگارا باشن و در واقع یک جوری همواره بتونی از اونها مثال بیاری، همواره بتونی از اونها در زندگی روزمره استفاده کنی. همون گونه که ما شاهنامه رو الان هزار، بیش از هزاره ای هست که هممون در دستامون هست، هممون به بچه هامون یاد میدیم، نمایش هاشو میبینیم، نقالی هاشو میبینیم و تازگی ها داریم میبینیم، انیمیشن ها و گیم های کامپیوتریش هم اومده و دارن افراد در جاهای دیگه دنیا هم از اونها میتونن استفاده کنن. ما میریم یک میان برنامه میبینیم خانم دکتر، باز میگردیم، ادامه این جستار رو با شما خواهیم داشت.